میخوام براتون داستان یک میلیونری رو بگم که فقط انقدر مونده بود میلیاردر بشه، اما دنیا اونجوری که میخواست پیش نرفت. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. تو این ویدیو میخوایم بریم به کشور برزیل و تا جایی که من یادمه این اولین پرونده ماست که داره تو برزیل اتفاق میفته. حوادث این ویدیو داره تو سال 2013 اتفاق میفته و مربوط به زندگی مردی به اسم مارکوس ماتسوناگاه که یه میلیونر حسابی معروف بوده. مارکوس 48 ساله با همسرش الیزای 38 ساله تو برزیل زندگی میکردن. مارکوس صاحب یک برند مشهور مواد غذایی به اسم یوکی بوده. نودل و چیپس و پاپکورن و اینجور چیزا تولید میکرده و حسابی هم ثروتمند بوده. اما قبل از این که درباره این پرونده حرف بزنیم، بذارید یکم بریم به گذشته و زندگی مارکوس و الیزا رو یه نگاه کوتاهی بکنیم. خانواده مارکوس نسل در نسل پولدار بودن. یعنی چی؟ یعنی پدر بزرگش این برند مواد غذایی رو ساخته بوده، اون رو به پسرش داده بوده و خب پدرش هم اون رو داده بوده به مارکوس. اون یک میلیونر به معنای واقعی کلمه بوده. ازدواج کرده بوده و به ظاهر کاری که خیلی زیاد انجام میداده خیانت به همسرش بوده. اون خیلی مشهور بوده به این که به همسرش خیانت میکنه و با زنهای دیگه در ارتباطه. چیزی که دوستاش در موردش میگن اینه که مارکوس اصلاً در ارتباط با خانوم‌ها موفق نبوده. یعنی اگر هم کسی جذبش میشده فقط به خاطر ثروتش بوده. نمیتونسته به خانوم‌ها ارتباط بگیره، نمیتونسته بهشون نزدیک بشه. به خاطر همین هم از یک سیستمی به اسم اسکورت استفاده میکرده. یه سری وبسایتن که افراد میتونن اونجا درخواست بدن که یک نفری به عنوان پارتنر باهاشون حضور داشته باشه. میتونه این حضور همراه با رابطه جنسی باشه، میتونه نباشه، یعنی این لولش متفاوته. و نکته اینجاست که مارکوس توی یکی از همین قرارهایی که از طریق یک وبسایتی به اسم ام کلاس هماهنگ میکنه با الیزا آشنا میشه و خیلی زود هم با الیزا صمیمی میشه و به خاطر الیزا همسرش رو طلاق میده و با الیزا ازدواج میکنه. حالا بیایید یکم راجع به خود الیزا بگم. الیزا به معنای واقعی کلمه فقیر بوده. اون توی یک محله بسیار فقیر به دنیا آمده بوده و با مادر و ناپدریش زندگی میکرده. تمام سالهای کودکی و نوجوانیش بارها و بارها پدرخوندش بهش آزار جنسی رسونده بوده. به خاطر محله بدی که زندگی می کرده، یک بار دزدیده میشه، یک بار چند تا پسر توی خیابون بهش حمله می کنن. خلاصه که هر چیزی که فکر کنید سر این بدبخت اومده بوده. الیزا اما می خواسته زندگیش رو تغییر بده، می خواسته یک اتفاق مثبتی توی زندگیش بیفته. به خاطر همین، وقتی که به یک سنی می رسه، اون محله و خانوادش رو برای همیشه ترک می کنه. میره تا برای خودش یه زندگی تازه بسازه. الیزا میخواسته درس بخونه. خب یکم فکر میکنه، میبینه که از رشته پرستاری خیلی خوشش میاد. میره شروع میکنه به پرستاری خوندن، بعد هم متناسب با رشته‌ای که میخونده میره سر کار. یه جورایی برای شغل پرستاری ساخته شده بوده. اون عاشق مریضاش بوده، با اونا ارتباط صمیمی برقرار میکرده. اما خیلی زود میفهمه دقیقاً به دلیل همین ویژگی‌های اخلاقیش برای پرستاری مناسب نیست. حقیقتش اینه که الیزا میفهمه که با بیماراش انقدر از نظر عاطفی ارتباط برقرار میکنه که اگه اون مریض حالش بدتر بشه یا حتی فوت بکنه، الیزا به معنای دقیق کلمه به هم میریزه. توی یکی از این کارهایی که داشته بیمارش فوت میکنه و خب همین موضوع باعث میشه که الیزا کامل ویران بشه، انگار که یکی از اعضای خانوادش رو از دست داده. حالش بد بوده، نمیتونسته برگرده سر کار. همینجاست که میفهمه با همه علاقش به کمک کردن به آدمها این شغل مناسبی براش نیست. پس فکر میکنه که دوست دارم برم سراغ یه چیز دیگه. چی انتخاب میکنه؟ رشته حقوق. به نظرش برای آدمی که همه زندگی سختی کشیده بوده حقوق رشته خوبی بوده. میره دانشگاه و شروع میکنه به حقوق خوندن.
همین زمان این رو هم در نظر داشته باشید که الیزا هیچ پشتوانی مالی نداشته. مجبور بوده برای اینکه هزینه تحصیل و زندگیش رو بده کار بکنه و خب اون از هیچ کاری هم دریغ نمی کرده. اون شروع میکنه به کار کردن توی همون سیستم اسکورت که خب خیلی وقتها هم کار خدماتی که ارائه میداده همراه با رابطه جنسی بوده. توی یکی از این قرارهایی که از طریق وبسایت هماهنگ شده بوده با مارکوس آشنا میشه. اونها با هم یه قرار ساده میرن، کم کم این قرارها بیشتر میشه و مارکوس حس میکنه که خیلی از الیزا خوشش میاد. اما حواسش بوده که این موضوع رو توی جمعای مختلف نگه. یعنی اصلا نگه که کجا با الیزا آشنا شده. این رو در نظر داشته باشید که این زمان مارکوس زن داره. اما چیزی که در مورد ازدواج اولش هست اینه که مارکوس با زنی ازدواج کرده بوده که اولین بار توجه به مارکوس نشون داده بوده. یعنی من گفتم که مارکوس به خاطر اینکه ارتباط خوبی با خانوم ها نداشته، پیش زن ها محبوب نبوده، زن ها خیلی دوست نداشتن باهاش ارتباط داشته باشن، با اولین کسی که بهش یه ابراز علاقه کرده بوده ازدواج کرده بوده. به خاطر همین همه ی زندگیش داشته به اون زن خیانت میکرده و از نظر من اونقدر هم شجاع نبوده که بره طلاق بگیره بره هر کاری میخواد بکنه. خیلی بیرحمانه اون زن رو نگه داشته بوده و در این حال مدام و مدام بهش خیانت میکرده. همین زمان هم هست که از طریق اون سیستم اسکورت با الیزا آشنا میشه. قراراشون بیشتر میشه و خب علاقه بینشون هم بیشتر میشه. با اینکه مارکوس به دوستاش نمیگفته که من الیزا رو کجا دیدم، اما خیلی واضحه که آدم‌ها زود میفهمن که چه خبره. الیزا 10 سال از مارکوس جوان‌تر بوده، خیلی خوشگل بوده، خوش برخورد بوده و همه اینها در کنار مارکوسی که همه میدونستن اصلاً ارتباط خوبی با زنها نداره یه تناقض بوده. اطرافیانش خیلی زود میفهمن که احتمالاً مارکوس در قبال ارتباط با الیزا داره پول پرداخت میکنه. اما خیلی نمیگذره که همه چی تغییر میکنه. مارکوس سری از الیزا میخواد که بیاد باهاش زندگی بکنه و خب همسرش رو هم طلاق میده و الیزا رو میبره به خونه خودش. خونه مارکوس رسماً یک عمارت بزرگ بوده. خونه اتاقای زیادی داشته، خیلی شیک بوده و از اونجایی که مارکوس یک علاقمند حرفه‌ای به شراب بوده، یک زیرزمین داشته که 2 میلیون دلار شیشه شراب توش بوده. این خونه یک اتاق مخفی هم داشته. اتاقی که درش توی دیوار مخفی شده بوده و راه ورود بهش مشخص نبوده. این اتاق پر بوده از اسلحه و مهمات. بعضی از این اسلحه ها رسما یه شاهکار هنری و تاریخی بودن و اون عاشق نگه داشتن این اسلحه ها بود. خلاصه که الیزا میاد خونه مارکوس و زندگیشون رو با هم دیگه شروع میکنه. همه چیز برای این زوج عالی بوده. تمام وقتشون داشتن خوش میگذروندن، داشتن میرفتن مسافرت، داشتن میرفتن گردش، غذای خوب میخوردن، شراب خوب میخوردن، با فرهنگای دیگه آشنا میشدن و انگار که برای همدیگه ساخته شده بودن. حتی تفریحاتشون هم یکی بوده. هر دوتاشون عاشق تیراندازی بودن، عاشق شکار بودن. خیلی وقتها با همدیگه میرفتن توی طبیعت و شکار میکردن و کم کم اطرافیانشون میفهمن که شاید زود قضاوت کردن. خب اگه الیزا برای پول اومده باشه یا اگه آدم بدی باشه، این همه تفاهم، این همه خوشبختی بالاخره یه جایی باید تموم بشه دیگه. اما خب به نظر همه چی عالی بوده. انقدر همه چیز عالی بوده که بعد از یه مدت مارکوس و الیزا تصمیم میگیرن که بچه دار بشن. خب فکر میکردن خیلی ساده این اتفاق میفته، اما اینجوری نبوده. الیزا مجبور میشه که IVF کنه و حالا به سختی باردار میشه و دخترشون هم به دنیا میاد. همه چیز زندگی این دو نفر عالی بوده. مارکوس قرار بوده یک قرارداد 1 میلیارد دلاری ببنده و شرکتش رو بفروشه که توی می 2012 همه چیز به هم میریزه. مارکوس ناگهان ناپدید میشه. مراجع قانونی خیلی زود در جریان این اتفاق قرار میگیرن و خب پلیس با گم شدن 1 میلیونر طرف بوده، پس اولین
احتمالی که میداده آدم ربایی و باجگیری بوده. اونا میدونستن که این آدم خیلی پول داره و احتمال اینکه دزدیده باشنش برای اینکه باجگیری بکنن خیلی زیاده. اولین کاری که میکنن اینه که میرن سراغ همسرش، اطرافیانش و دوستاش که ببینن دشمنی، رقیبی، چیزی اطرافش بوده که الان بتونن برن سراغش یا نه. و خب متفق القول همه نظرشون این بوده که نه، این آدم دشمنی نداشت، خودش هم خیلی اهل تنش و دعوا و اینجور چیزا بیرون خونه نبود. خب همچنان پلیس سر نخی نداره. گزینه بعدی که پلیسا داشتن این بوده که برن سراغ الیزا و با جزئیات بررسی بکنن ببینن که چه اتفاقی افتاده. الیزا به پلیس توضیح میده که شب یک جلسه ای داشته مارکوس و قرار بوده یک قرارداد مهم ببنده. میگه که به من گفت که من دیر میام خونه به خاطر اینکه این جلسه خیلی طولانیه، پس تو منتظر من نشو و بخواب. اگر هم خیلی جلسم طول بکشه شب شرکت میخوابم توی دفترم به خاطر اینکه صبح زود دوباره یه جلسه دیگه دارم. الیزا میگه من منتظر موندم، نیومد، رفتم خوابیدم و وقتی صبح هم بیدار شدم و دیدم که نیومده نگران نشدم، گفتم که خب احتمالا مونده برای جلسه بعدیش، اما وقتی هی طولانی تر نیومد من نگران شدم. دیگه پلیسا هیچ راهی نداشتن جز این که بشینن منتظر باشن تا اینکه گروگانگیرها زنگ بزنن و خب باج بخوان. همین زمان الیزا دخترشو بر میداره و میره دیدن مادر و پدر مارکوس. توی صحبت با اونها حرفهایی بهشون میزنه که به پلیس نگفته بوده. اون به مادر و پدر مارکوس میگه که مارکوس خودش از خونه رفت، میگه که اون منو ترک کرد و اتفاقی براش نیفتاده، داوطلبانه از خونه رفته. الیزا به مادر و پدر مارکوس میگه که مارکوس مدت هاست به من خیانت میکنه و من این رو فهمیده بودم. شروع میکنه به توضیح دادن، میگه که اولین بار سالها قبل فهمیدم، قبل از اینکه دخترمون به دنیا بیاد. میگه من متوجه شدم که داره به هم خیانت میکنه، خیلی ناراحت شدم. اون اومد التماس کرد، عذرخواهی کرد، گفت ببخشمش، گفت کمک کنم که از این اتفاقها رد بشه و من چون به سختی باردار شده بودم و تازه دخترمونو باردار بودم ترجیح دادم که ببخشمش و بهش یک فرصت دیگه بدم و سعی کنم از این اتفاق رد بشم، اما کسی که از این موضوع رد نشد مارکوس بود. الیزا میگه که مارکوس اولش قول داد که وفادار میمونه، حتی 2 سال اول زندگی بچه‌مون هم به نظر وفادار موند، اما این اواخر یعنی از چند ماه قبل از ناپدید شدنش من دیگه به شک داشتم، حس میکردم که داره یه کاری میکنه، میفهمیدم که کارهاش مشکوکه. میگه به خاطر همین چند وقت پیش، حدود 1 هفته پیش از ناپدید شدن مارکوس، من تصمیم گرفتم برم به خونه خارج شهر یک هفته رو پیش مادر بزرگم بمونم. مادر بزرگم مریض بود، حالش خوب نبود و احتیاج داشت کسی پیشش باشه. من انقدر به مارکوس شک داشتم که میدونستم به محض اینکه برم قطعا یه اتفاق میفته. به خاطر همین یک کارگاه خصوصی استخدام کردم که ثانیه به ثانیه مارکوس رو تعقیب کنه و بفهمه که توی این 1 هفته که من نیستم مارکوس داره چی کار میکنه. الیزا به مادر و پدر مارکوس توضیح میده که بعد از چند روز این کارگاه خصوصی با من تماس گرفت و به من گفتش که بله، تک تک روزهایی که من نبودم مارکوس داشته به هم خیانت میکرده با یک خانوم دیگه‌ای به اسم ناتالیا که این خانوم هم از قضا جزو کارمندای همون وبسایت اسکورت بوده. الیزا میگه که من برگشتم یه عالمه عکس و فیلم داشتم از اینکه من وقتی نبودم اون کجا رفته. اون به مادر پدر مارکوس میگه که اون با این دختره ناتالیا میرفت همون رستورانه که ما همیشه با هم میرفتیم، میرفت همون جاهایی که من رو میبرد و با این دختر همون جایی میشست که با من میشست و با آدمهایی که من رو میشناختن سلام علیک میکرد و این خیلی برای من دردناک بود. میگه وقتی با مارکوس روبرو شدم و از خونه مادر بزرگم برگشتم عکس و فیلم ها رو براش رو کردم و گفتم که از همه چیز خبر دارم. این بار مارکوس نه گریه زاری کرد، نه عذرخواهی کرد، نه گفتش که ببخشید، فقط وسایلش رو جمع کرد و رفت. برای همین هم من الان مطمئنم که اتفاق براش نیفتاده، جاش امنه، حالش خوبه، فقط رفته. خب مادر و پدر مارکوس یکم شوکه میشن.
اونا بچهشون رو این شکلی بار نیاورده بودن و خیلی ناراحت میشن وقتی موضوع رو میفهمن. به الیزا میگن که حاضرن برای تربیت بچه هر کاری بکنن، هزینه های زندگی الیزا رو تامین بکنن و امیدوارن که بتونن باز هم نوشون رو ببینن. این ماجرا توی خونه مادر پدر مارکوس به ظاهر تموم میشه، اما خب بالاخره خبر به پلیس میرسه. با توجه به اینکه باجگیرا هنوز زنگ نزده بودن، به نظر پلیس این اتفاق هم دور از ذهن نبوده که اصلا عملا آدم ربایی وجود نداشته باشه. دو روز بعد از رسیدن این خبر هم به اداره پلیس یک ایمیلی میاد برای برادر مارکوس که توی این ایمیل از طرف خود مارکوس بوده. نوشته بوده که حالش خوبه، احتیاج نیست نگرانش باشن، احتیاج نیست دنبالش بگردن، فقط یک مدتی میخواد دور باشه و در پایان ایمیل هم نوشته بوده که از مادرش و همسرش عذر میخواد. خب این دیگه مهر پایانی بوده دیگه، عملا پلیس باید پرونده رو میبسته. پلیس در جریان بستن پرونده بوده، یک هفته گذشته بوده از این اتفاقا که یه چیز هولناک پیدا میشه. 30 کیلومتری خونه مارکوس جسد اون پیدا میشه. اما وضعیت جسد خیلی عجیب بوده. جسد تکه تکه شده بوده. یه سری از قسمتاش رو توی یک سری کیسه یه زباله آبی ریخته بودن و یه سری دیگه از تکه های بدن رو همین جوری رها کرده بودن توی جنگل. اولین قسمتی که از مارکوس پیدا میشه یه دونه پاست که همینجوری افتاده بوده روی جنگل. میگردن تیکه ها رو پیدا میکنن و آخرین تیکه‌ای که پیدا میشه و البته مهمترین بخش که دلیل مرگ رو مشخص میکرده سر مارکوسه. خب به محض اینکه پلیس تیکه های اول رو پیدا میکنه میفهمه که قطعا مارکوس خودش نمرده دیگه، آدم خودش نمیتونه بمیره که بعد تیکه تیکه بشه بره توی کیسه پلاستیک، قطعا کشتنش. و با پیدا کردن سر مارکوس متوجه میشن که بهش شلیک شده، گلوله از سر وارد شده و از چونه خارج شده، همین هم علت مرگ بوده. خب حالا دیگه پلیس با پرونده قتل روبرو بوده. تکه های جسد رو جمع میکنه و انتقال میده به پزشکی قانونی. وقتی که جسد مارکوس پیدا میشه، قبل از اینکه سرش پیدا بشه، اولین چیزی که ازش پیدا میشه یک کیسه است که لباسای مارکوس دوش بوده و این لباس ها همه شخصی دوز بودن، یعنی یک برند مشهوری مثل دیزل یک شلوار خاص این آدم ساخته بوده و لباس ها بسیار گرون بودن. اون منطقه هم که جسد پیدا شده بوده انقدر منطقه مرفهی نبوده که احتمال آدم‌ها و قربانیان رو بیشتر بکنه. خیلی زود پلیس میفهمه که خب اینا احتمالاً متعلق به اون میلیونر گم شده است و بعد هم تست دندون پزشکی که توی پزشکی قانونی روی فک مارکوس انجام میشه نظر پلیس رو تایید میکنه. حالا پلیس از یک پرونده خیانت و فرار رسیده بوده به یک قتل فجیع. توی پزشکی قانونی اولین چیزی که معلوم میشه اینه که بدن مارکوس خیلی دقیق تکه تکه شده، یعنی کسی که این کار رو کرده خیلی درست به جای درستی ضربه زده و بدن رو تکه تکه کرده. همین پلیس رو به این شک میندازه که کسی که این کار رو کرده به احتمال زیاد مسلط بوده به آناتومی بدن و میدونسته که باید به کجا ضربه بزنه. پلیس هیچ سرنخی نداشته، با خودشون میگن که خب چیکار کنیم، بهترین گزینه اینه که بریم از آخرین جایی که مارکوس زنده دیده شده شروع بکنیم، یعنی خونش. اونها میان خونه الیزا و مارکوس و درخواست میدن که فیلم دوربینای امنیتی رو چک بکنن. فیلم دوربینای امنیتی مربوط به 19 می 2012 بوده، روزی که مارکوس گم شد. توی ویدیوها مشخصه که الیزا در حالی که بچهش بغلشه با چمدوناش وارد آسانسور میشه، مارکوس هم سوار میشه. اینجا زمانیه که الیزا از خونه مادر بزرگش برگشته بوده. با همدیگه سوار آسانسور میشن، میرن خونهشون، وارد میشن. یه چند ساعت بعد مارکوس رو میبینیم که تنها وارد آسانسور میشه، میاد پایین، پیک پیتزا اومده، پیتزا رو میگیره. چیزی که توی ویدیو هست اینه که انگار مارکوس عصبیه، پیتزا رو میگیره میره بالا و دیگه از خونه خارج نمیشه. توی ویدیوی دوربینای امنیتی مارکوس هیچ وقت نیومده بیرون که بره جلسه. پیتزا رو برده و دیگه بیرون نیومده. اما به جاش توی فیلم ها روز بعدش
الیزا با 3 چمدون خیلی سنگین وارد آسانسور شده، چمدون‌ها رو برده بیرون، رفته و بعد بدون چمدون‌ها برگشته. پرونده برای پلیس حل شده است. اونا میدونن قطعاً الیزا بوده که مارکوس رو کشته. توی اون 3 چمدون هم بدن تکه تکه شده یه مارکوس بوده. احتمالاً الیزا برده اون رو توی جنگل پخش و پلا کرده و بعد برگشته خونه. بدون شک میرن سراغ الیزا، دستگیرش میکنن و میارنش به اداره پلیس. الیزا اولش سعی میکنه همه چیز رو کتمان کنه. سعی میکنه بگه نه کار من نبوده. میدونید یه جورایی اون اولش نمیخواسته گردن بگیره دیگه، اما وقتی فیلم دوربینای مدار بسته رو براش نشون میدن دیگه راهی نداشته جز اینکه قبول کنه که چه اتفاقی افتاده. پس به قتل مارکوس اعتراف. الیزا شروع میکنه به حرف زدن و یک بخش دیگه ای از زندگیشون رو مطرح میکنه که تا اینجا هیچ کس از اون خبر نداشته. الیزا میگه که رفتارهای مارکوس برخلاف چیزی که بقیه میدیدن اصلا محترمانه نبود. اون میگه که فقط چند سال بعد از ازدواجمون تحقیر و توهینهای مارکوس به من شروع شد. میگه من رو تحقیر میکرد، میگفت تو هیچی نیستی، ارزشی نداری، تو از یک خانواده فقیری. میگفتش که من وقتی میرفتم دانشگاه حقوق نیم ساعت یه بار به من زنگ میزد، چکم میکرد، تعقیبم میکرد، اجازه نمیداد دوستام رو ببینم. اگر توی محیطی بودم که صدای مردی از پس زمینه میومد شروع میکرد به من فحاشی کردن. میگه رفتاراش خیلی زشت بود، مدام به من میگفت که تو هیچی نداری، تو خوشگل و خوشهیکل نیستی. میگه این بخشی از زندگی ما بود از فقط چند سال بعد از ازدواج. میگه من عادت کرده بودم و سعی کردم زندگیم رو نگه دارم. بعد هم که بچه‌مون اومد دیگه حفظ زندگی برام مهمتر بود. اون میگه که اون شب وقتی از خونه مادر بزرگم برگشتم و سوار آسانسور شدم، هنوز فیلم ها و عکس ها رو نشونش نداده بودم و نگفته بودم که دوباره از خیانتش با خبر شدم. میگه رفتیم بالا، فیلم ها رو بهش نشون دادم و گفتم که میدونم که داره به هم خیانت میکنه. میگه دعوا کردیم، با هم جر و بحث میکردیم، با هم دیگه حرف میزدیم. تنش بینمون زیاد بود. در این حال هر دومونم نمیخواستیم آشپزی بکنیم. مارکوس زنگ زد غذا بیارن، بعد رفت خودش غذا رو گرفت آورد بالا. میخواستیم ادامه حرفمون رو بزنیم که رفت توی اتاق و یه تلفن زد. بعدش اومد بیرون و به من گفتش که پدرم بود و من امشب باید برم دیدن پدرم. الیزا میگه که من احمق نبودم، همونجا فهمیدم که توی اتاق با ناتالیا صحبت کرده، اون کل هفته رو با معشوقش گذرونده بود و حالا دقیقاً بعد از اینکه بعد از یک هفته من از سفر برگشتم و اومدم خونه، میخواست دوباره منو تنها بذاره و بره دیدن معشوقش. میگه من عصبانی شدم، شروع کردم به جیغ کشیدن که من میدونم داری چه غلطی میکنی، من دیگه نمیخوام به این زندگی ادامه بدم، دیگه نمیخوام ببینمت، تو مدام به من خیانت میکنی. میگه اینجا همون جاییه که مارکوس رفتارش تغییر کرد و شروع نکرد مثل دفعه قبل عذرخواهی کردن. اون به من گفتش که باشه جدا میشیم، ولی فکر نکن که اجازه میدم دخترمون رو ببری. نه تنها اجازه نمیدم دخترمون رو ببری، بلکه حسابی هزینه میکنم تا ثابت کنم که تو روانی هستی و نه تنها دخترمون رو دیگه نمیبینی، کاری میکنم که توی بیمارستان روانی بستری بشی. الیزا میگه مدت ها بود که اون این تهدید رو میکرد. میگه تهدید ثابت اون توی زندگی زناشویی ما همین بود که به من میگفت کاری میکنم که توی بیمارستان روانی زندانیت کنن و اجازه ندن که بیای بیرون. میگه تو همین تنش و صحبت هامون، جایی که من کاملا عصبی بودم، مارکوس به من سیلی زد و این اولین باری بود که رو من دست بلند میکرد و من حس میکردم که دیگه نمیتونم چیزی رو تحمل بکنم. میگه ثانیه به ثانیه تنش بین ما بیشتر میشد، اون بیشتر منو تهدید میکرد، بیشتر تحقیرم میکرد. من رفتم توی اتاق
و با یک اسلحه اومدم بیرون. میگه اسلحه رو گرفته بودم سمت مارکوس و اون بدتر رفتارهاش رو ادامه میداد. مدام میگفتش که آره تو ترسوی، اگه جرأت داری شلیک کن، آره شلیک کن، آره شلیک کن، و من شلیک کردم. میگه وقتی شلیک کردم تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. تازه دیدم که اون خونی روی زمین افتاده، من قتل مرتکب شدم، احتمالاً باید تا آخر عمرم توی زندان بمونم و حالا بچم به جز پدر قراره که دیگه مادر هم نداشته باشه و انگار تازه با عمق کاری که کرده بودم روبرو شدم. الیزا میگه اون لحظه به هیچ چی جز این فکر نمی کردم که باید هر چه زودتر از شر مارکوس خلاص بشم. به خاطر همین رفتم و چاقوی مخصوص سلاخی کردن گوشتای شکارمون که باهاش گراز تیکه تیکه می کردیم رو آوردم و شروع کردم به تکه تکه کردن بدن مارکوس. میدونید خیلی عجیبه، آدمی که داره میگه که من تصادفی این کار رو کردم ولی ساعتها نشسته پای بدن مارکوس و شروع کرده به تکه تکه کردن بدنش. حالا توی دادگاهاش به این مسئله میرسیم. میگه که من آناتومی بدن انسان رو خب رشتم پرستاری بود، بلد بودم، اما بیشترین اطلاعاتم در مورد این که باید چطوری چیزی رو تکه تکه کرد رو از شکارهام با مارکوس یاد گرفته بودم. اون به من یاد داده بود که کجا باید ضربه بزنی، کجا رو باید ببری. از همه اون اطلاعات استفاده کردم، بعدم اونو گذاشتم توی ستا چمدون، رفتم توی محوطه آزاد، رهاش کردم و بعد برگشتم خونه. خب این اعترافات همه چیز رو مشخص میکرد دیگه. حالا الیزا قاتل بود، اعتراف کرده بود و این خبر به خاطر اینکه مارکوس هم آدم ثروتمند و مشهوری بود حسابی توی رسانه ها ترکون. راستش رو بخواید اون موقع مردم دو دسته می شدن، آدم هایی که به الیزا حق می دادن، به قتل نه، به اینکه دچار انفجار خشم بشه به خاطر آزارهای مداوم، به خاطر تحقیر، و عده دیگه‌ای که نمیپذیرفتن و میگفتن که الیزا به خاطر پول این کار رو کرده بوده و بیمه عمر و پول و اموال مارکوس باعث شده بوده که اون بیاد تو زندگیش و اون رو بکشه. راستش از اونجایی که مارکوس اصلا آدم خسیسی نبوده و حسابی هم خرج میکرده خیلی منطقی به نظر نمیاد. اما بذارید بریم تو دادگاه ها و دادگاه ها رو بررسی بکنیم. اونها هم به نوبه خودشون جالبن. توی دادگاه خیلی اتفاق ها دوگانه است و من سعی میکنم تا حد ممکن، حالا به هر جهت تو ذهن خودم یه طرفی رو میگیرم دیگه، اما سعی میکنم دو طرف دادگاه رو با ادله و چیزایی که توی دادگاه آوردن بررسی بکنم که تا حد ممکن آدم بدون قضاوتی باشم. این دادگاه ها دوتا جنبه دارن. جنبه اول دادستانیه که میخواد هر طور شده الیزا رو به قتل عمد و قتل برنامه ریزی شده محکوم بکنه. قتل برنامه ریزی شده از قتل برنامه ریزی نشده خیلی حکم سنگین تری داره. از اون طرف گروه وکلای الیزان که دارن تمام تلاششون رو میکنن که خب حکم کمتری برای موکلشون بگیرن. نکته در مورد این دادگاه ها اینه که دادستانی از روش متفاوتی استفاده میکنه. میدونید عموماً توی این دادگاه ها سعی میکنن جنبه های جنایت رو بررسی بکنن، اما دادستانی از یک روش دیگه ای استفاده میکنه. اون تمام وقتش رو توی دادگاه میذاره روی گذشته ی الیزا و سعی میکنه دادگاه رو راضی کنه که اون کسی که خائن بوده الیزا بوده نه مارکوس. حتی توجهی هم به فیلم ها و عکس هایی که دست الیزا بوده در مورد خیانت های مارکوس نداشته. اون میگه که چون قبلا از طریق رابطه جنسی پول در می آورده احتمالاً بعدن همین کار رو می‌کرده. این آدم آدم با اخلاقی نیست. میدونید این اتهام ها برای یک سیستم دادگاه منطقی به نظر نمیاد. دادستانی کار رو به اونجا میرسونه که برای بچه الیزا درخواست آزمایش دی ان ای میده و میگه که این آدم چون قبلا شغلش این بوده الان هم همونه، ما اول باید تست دی ان ای بگیریم. تست دی ان ای میگیرن و خب بچهشون بچه مارکوس بوده. هیچ مدرکی وجود نداشته که الیزا داره خیانت میکنه، اما دادستانی برای اینکه برای اون جرم سنگین تری بگیره
همه انرژیش رو میذاشته روی این قضیه. یک نکته‌ای توی پرونده وجود داشته، اونم بحث شلیک بوده. شلیک از بالای جمجمه، یعنی گلوله از بالای جمجمه وارد شده بوده و از فک پایین خارج شده بوده. خب دادستانی توی دادگاه مطرح میکنه که الیزا از قبل برنامه داشته که مارکوس رو بکشه، به خاطر همین مارکوس که با جعبه پیتزا برمیگرده بالا، الیزا از پشت میاد سمتش و بهش شلیک میکنه. از اون طرف تیم وکلای الیزا میگن که اصلا امکان نداره، قد الیزا از مارکوس کوتاه‌تر بوده و عملاً نمیتونسته از بالا سر، در حالی که اون در حال حرکته و خودش پشت سرشه، بهش شلیک بکنه. میگن که احتمالاً توی درگیری زمانی که مارکوس میخواسته از خودش دفاع بکنه جمع شده بوده و گلوله از بالا وارد سرش شده بوده. نکته دیگه اینه که الیزا گفته بوده که من از مارکوس دور بودم، در حالی که خب گلوله خارج شده بوده و فقط این اتفاق زمانی میفته که از نزدیک شلیک بشه. اینجا کارشناسا میان توی دادگاه و میگن که نه، در مواردی پیش میاد که گلوله از دور هم شلیک شده باشه ولی از بدن خارج بشه. و تیم وکلا اینجا سعی میکنن دادگاه رو قانع کنن که اصلا چیزی که دادستانی داره میگه منطقی نیست، تو نمیتونی در حال حرکت به اون شکل شلیک بکنی. و خب راستش رو بخواید منم الان نگاه میکنم میبینم که تیم وکلای الیزا حق داشتن. اما نکته دیگه‌ای که این وسط وجود داره و در راستای همون منطقی بودن در مورد دادگاه هاست، با همه رفتارهای عجیبی که دادستانی داشته، یک چیزی این وسط وجود داره. الیزا همسرش رو کشته. باشه، شما در دفاع از خودتون یک نفر رو میکشید. اون لحظه چی کار میکنید؟ زنگ میزنید به یک آشنا؟ زنگ میزنید به یک پلیس؟ سعی میکنید خودتون رو نجات بدید؟ الیزا ساعتها وقت گذاشته بوده و وسط یک عالم خون بدن همسرش رو تکه تکه کرده بوده. میدونید یک قتل اتفاقی این شکلی نمیفته. این همه خون سردی، بعد بذاریش توی چمدون، سوار آسانسور شی، بری بیرون، بعد برگردی. میدونید اینا از نظر من برای یک قتل تصادفی خیلی معمول نیست. هرچند که الیزا اونقدر باهوش نبوده که بتونه این کار رو مدیریت بکنه و در نهایت گیر میفته، اما مجموعه رفتارهاش به نظر من بیرحمانه تر از یک قتل تصادفیه. با همین این حرفا دادگاه های الیزا از 2013 تا 2015 طول میکشه و در نهایت اون به 20 سال حبس محکوم میشه. بچهش رو هم قرار میشه که مادر و پدر مارکوس بزرگ بکنن. الیزا سال 2035 میتونه از زندان بیاد بیرون و رسما آزاد میشه. چیزی که در موردش هست اینه که اون از لحظه دستگیری و تا الان که توی زندانه فقط یک چیز رو تکرار میکنه، اینکه پشیمونه، اینکه دلش نمیخواسته این کار رو بکنه، اینکه همه ی آرزوش اینه که برگرده به قبل و بتونه همه چیز رو درست بکنه، اینکه هر شب کابوس میبینه و زندگیش تغییر کرده. شما درباره این پرونده چی فکر میکنید؟ راجب این که آیا مارکوس واقعا خشونت خانگی داشته؟ این که زنهای دیگه چی توش میدیدن که هیچ علاقه ای نداشتن باهاش ارتباط داشته باشن؟ ممنون میشم اگر نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید. ما از خوندن نظرات شما واقعا خوشحال میشیم. اگر این اولین ویدیو از چنل ما بود که دیدید، حتما ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید که با نوتیفیکیشن از ویدیوهامون باخبر بشید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. شاد باشید.